سرخط خبرها حمله موشکی مقاومت یمن به یک نفتکش در دریای سرخ حملات الله به مواضع و پایگاه های رژیم صهیونیستی و مخالفت اوکراین و روسیه با پیشنهاد مکرون درباره اجرای آتش بس در جریان بازیهای المپیک به خدا سلام به این خبری از پیک خوش آمدید منابع رسانه ای امروز شنبه از حمله موشکی به یک نفتکش در نزدیکی بندر المخای یمن در دریای سرخ خبر دادند ریترز به نقل از شرکت امنیت دریایی امر انگلیس اعلام کرد که گزارشی را مبنی بر وقوع یک حادثه امنیتی در ده مایل دریایی در جنوب غرب المخای یمن دریافت کرده است امری اعلام کرد که گزارش های اولیه حاکی از حمله موشکی به یک کشتی است. طبق این گزارش این کشتی دچار آسیب شده است. جزئیات بیشتری از این حمله تا کنون منتشر نشده است. در همین حال حزب الله لبنان امروز شنبه از هدف قرار دادن چند پایگاه و تجهیزات جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی خبر داد. به نقل از شبکه یلمیادین حزب در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد که ما با پهباد مسلح محل استقرار نظامیان دشمن اسرائیلی را در داخل و اتاقی در پادگان رامیم هدف قرار دادیم و هدف مورد حسابت مستقیم قرار گرفت حزب همچنین گزارش داد ما پایگاه دریایی رأس ناقوره را با گلوله‌های توپخانه هدف قرار دادیم همچنین با سلاح های مناسب تجهیزات جاسوسی را در سایت رامسا در مزار اشغالی شب آبون باران کردیم حزب الله لبنان در بیانیه دیگری نیز اعلام کرد که مجاهدین مقاومت اسلامی در حمایت از ملت ثابت قدم فلسطین در نوار غزه و مقاومت دلیرانه و شرافتمندانه آنها ساعت 15 و 25 دقیقه روز شنبه به وقت محلی سامانه های فنی و تجهیزات جاسوسی در پایگاه اراهب را با اصطلاحهای مناسب هدف قرار داد و آنها را از بین بردند به گزارش ایرنا با آغاز عملیات طوفان الاقصا توسط گروه های مقاومت فلسطین حزب لبنان در راستای درگیر کردن بخش ای از نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین و کاهش فشار بر مقاومت در غزه اقدام به انجام عملیات های روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین کرده است از ابتدای عملیات حزب الله در شمال فلسطین اشغالی شمار زیادی از شهرک نشینان در این منطقه ناگزیر به ترک خانه های خود شدند و بر اساس گزارش رسانه های صهیونیستی بیشتر ساکنان مانده در این منطقه از مشکلات روحی و روانی رنج میبرند. رسانه های رژیم صهیونیستی همچنین به هزینه سنگین جنگ برای این رژیم در همه زمینه ها از جمله اقتصادی در شهرک های سهیونیست نشین شمال فلسطین اشخالی و به ویژه بخش کشاورزی از کردند. رئیسان جمهوری اوکراین و روسیه پیشنهاد همتای فرانسوی خود را برای اجرای آتش در دوران بازی های المپیک رد کردند. تارنمای پلیتیکو نوشت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با پیشنهاد فرانسه برای اجرای آتش در جنگ با روسیه در زمان بازی های المپیک تابستان امسال در پاریس مخالفت کرد. زلنسکی روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه مدعی شد که روسیه از هرگونه توقف در درگیری ها برای تقویت پیشرفت های نظامی خود استفاده خواهد کرد وی خطاب به رئیس جمهوری فرانسه گفت چه تضمینی وجود دارد که روسیه از این بس برای نزدیک کردن نیروهایش به خاک ما استفاده نکند زلنسکی گفت ما با هر که به نفع دشمن باشد مخالفیم رئیس جمهوری اوکراین در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه وعده داد که به جنگ با ارتش روسیه ادامه خواهد داد و مدعی شد که به همتای روس خود اعتماد ندارد رئیس جمهوری روسیه نیز روز جمعه به رسانه های دولتی این کشور گفت که درباره پیشنهاد آتش بس در جریان بازی های المپیک با شی هم پینگ همتای چینی خود گفتگو کرده است ولادیمیر پوتین به این سوال که یا از این پیشنهاد فرانسه حمایت میکند با انتقاد از مقام های ورزشی غرب پاسخ داد روزنامه مسکو تایمز نوشت پوتین روز جمعه دلیل مخالفتش با این پیشنهاد را بدرفتاری مقام های ورزشی بین المللی با ورزشکاران روسیه انبان کرد. وی در جریان سفر به چین در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد مکرون برای اجرای آتش بس جهانی المپیک گفت من فکر می کنم که این اصول المپیک از جمله آتش بس در جریان المپیک بسیار به و درست است اما مقام های ورزشی بین المللی امروز خودشان از اصول منشور المپیک پیروی نمی کنند پوتین گفت سازمان های ورزشی بین المللی اجازه نمی دهند ورزشکاران ما با پرچم و موسیقی ملی و سرود ما در مسابقات شرکت کنند. می آنها چون این اصولی را درباره ما نقص کردند و از ما می خواهند به این اصول پایبند باشیم. ما اینطور عمل نمی کنیم و تا حال کسی به این صورت توافق نکرده است. موسکو تایمز نوشت روسیه قصد دارد در ماه سپتامبر رویداد ورزشی رقیب المپیک را برگزار کند زیرا این کشور و همراه متحد خود بلاروس از شرکت در بازی های المپیک پاریس منع شده است مکرون هفته گذشته از رئیس جمهوری چین به دلیل حمایت از پیشنهاد آتشبس در همه درگیری ها از جمله درگیری اوکراین در طول بازی‌های های المپیک پاریس قدردانی کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اعترافی کم سابقه در خصوص کمبود نیروهای نظامی این کشور در جنگ با روسیه اعلام کرد که ارتش اوکراین برای تقویت روحیه خود به افراد بیشتری نیاز دارد زلنسکی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانسه در واکنش به حمله اخیر روسیه در منطقه خارکیف افزود که حمله زمینی هفته گذشته نیروهای روسیه در این منطقه می تواند آغازگر موج جدیدی از حملات ارتش مسکو به خاک اوکراین باشد. رئیس جمهور اوکراین در ادامه با تاکید بر لزوم بسیج جوانان اوکراینی برای نام نویسی و پیوستن به ارتش این کشور گفت که ما باید صفوف نیروهای ذخیره خود را پر کنیم. و با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از های ارتش اوکراین با کمبود نیرو مواجه هستند افزود تنها با پیوستن نیروهای تازه نفس به ارتش اوکراین می شرایطی را فراهم کنیم که نیروهای حاضر در خط مقدمه نبرد یک چرخش عادی داشته باشند و افرادی که از ماها پیش به مرخصی نرفتند با رفتن به مرخصی و پیدا کردن فرصت حضور دوباره در کنار خانواده های خود روی خود را رو دوباره به دست آورند وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور دو منطقه مهم دیگر در خارکیف و یک منطقه در جای جنوبی را تحت کنترل خود درآوردند این وزارتخانه در بیانی اعلام کرد که یگانههایی از گروه نظامی شمال روسیه پس از درگیری های شدید مناطقی را در خارکیف تصرف کرده و تا عمق منطقه دفاعی دشمن پیشروی کردند وزارت دفاع روسیه به درگیری شدید در سایر بخشهای منطقه خارکیف نیز اشاره و اعلام کرد که نیروهای مسکو سه ضد حمله اوکراین را دع کردند اواخر او روز سهشنبه اعلام کرده بود که نیروهای این کشور برای موازی با منافع بیشتر و همچنین حفظ جان نیروها و جلوگیری از تلفات از دو منطقه خارکیف عقب نشونی کردند ممنونیم از اینکه تا پایان یعنی این بسته خبری با ما همراه بودید